از اول اسفند، از اوائل اسفند، ببینم سوم چهارم اسفند که ما آمدیم گفتیم مدارس به خاطر کرونا تعطیل بشه، همینجور تعطیل بوده تا الی زمان ناز تا امروز. هفت ماهه بچه تو خونه هن. موندن بچه ها تو خونه خودش عذاب، خودش افسردگی، خودش مشکل روانی، خودش مشکل روحی. رئیس جمهوری غیر حضوری و دانش آموزان حضوری در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید. خانواده ها نگران جان فرزندان. روحانی اما میگوید تعطیلی مدارس خواسته دشمنان است. از یک تحلیلگر سیاسی میپرسیم دلیل اصرار دولت برای برگزاری حضوری کلاس های درس چیست؟ از پژوهشگر بیماری های عفونی میپرسیم آیا حضور بر سر کلاس ها با رعایت پروتکل برای دانش آموزان امن است؟ در ادامه 60 دقیقه امشب، پاسخ لندن به وکلای شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران. دولت بریتانیا تلویحا ارتباط بدهی 400 میلیون پوندی به ایران و حبس و حصر نازنین زاغری را پذیرفت. انتقال برادران افکاری به مکانی نامعلوم. همزمان پخش اعترافات تلویزیونی نوید افکاری با وجود تاکیدش بر اخذ این اعترافات زیر شکنجه. چه شد که تب بورس ایران را گرفت؟ بی بی سی در سلسله گزارش‌های به این پرسش پاسخ می‌دهد. و انفجار بیروت با مهاجران و کارگران خارجی چه کرد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دولت ایران میگوید که مجبور نیست بر سر یک دوراهی بایستد، دوراهی انتخاب میان سلامت یا آموزش. راه حل حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای شروع سال تحصیلی جدید اداره مدرسه ها به شیوه پادگان های آموزشی نیروهای مسلح است. به عبارتی بازگرداندن میلیون ها دانش آموزان از کودکان دبستانی گرفته تا نوجوان های دبیرستانی به مکان های آموزشی با رعایت مقرراتی سفت و سخت در فضایی که کرونا اوجی تازه گرفته. ولی ماجرا به همین اندازه روشن نیست. گزارش ها از سردرگمی و انتقاد حکایت دارد. از جمله یک نماینده مجلس که به حسن روحانی طعنه زده و گفته برخلاف آقازاده هایی که در ولنجک غرق در امکاناتند، مردم مناطق محروم آب برای شستن دست ندارند. در شرایط روز ایران تحصیل دانش با رعایت پروتکل های بهداشتی چقدر علمی و عملی است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فرین حسینی. بالاخره آن شنبه موعود آمد، شنبه‌ای که با وجود مخالفت‌ها و نگرانی‌ها مدارس باز شد. سال تحصیلی 1399 زنگ آغاز مدارس اما با حضور مجازی رئیس جمهوری و حضور واقعی دانش آموزان در بعضی مدارس آغاز شد. در می‌آورید مسئله که موجب انتقاد از حسن روحانی شده، اینکه چرا رئیس جمهور خودش در مدارس حاضر نشده اما از دانش آموزان خواسته در کلاس‌های حضوری شرکت کنند. اما حسن روحانی پا را در یک کفش کرده. چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح همیشه در کلاس‌ها و در مدرسه انضباط یک اصل بوده، اما امسال اصل مهمه، یعنی دانش آموزی که حتما باید فاصله را مراعات کند، دانش آموزی که در موقع ورود، در موقع خروج با تراکم و ازدحام نباید مواجه شود. بسیاری از خانواده ها میگویند تمایلی ندارند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند، از جمله این پدر. مثلا چی میشد اگر ما بچه هام رو غیر حضوری درس میخوندن، حالا یک سال بعد اصلا یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که انتخابای مختلفی داشته باشه، مثلا یه عده‌ای که نمیتونن درس بخونن به صورت حضوری، خب معلم خصوصی میتونن بگیرن برن خصوصی بگیرن، یا یه عده‌ای که عملا میتونن برن مدرسه، خب برن مدرسه. این انتخابش رو میذاشتن به عهده والدین. الان خودشون رو با اروپا مقایسه میکنن. آخه ما کدوم چیمون شبیه اروپاست که خودتون ما مقایسه میکنید؟ تو مدرسه‌ای که الکل نیست، ماسک نیست، مدارس ابتدایی اصلا نمیفهمن بچه‌ها
کوچیکن، درکی ندارن از نگهداری. من موندم اینا چیکار میخوام بکنم؟ الان واقعا همه تو خانواده استرس دارن، موندن چیکار بکنم؟ بفرستن اصلا بچه رو مدرسه؟ بعضی ها میگن اصلا ولش کنیم، بذار یک سالم شده درس نخونن اصلا. روحانی اما تعطیلی مدارس را خواسته دشمن و رسانه های بیگانه خوانده. هم دیروز چه بساطی تو این رسانه های خارجی، آقا متخصصین همه مخالفن مدرسه باز شه، وزیر آموزش پرورش میخواد مدرسه رو باز کنه، نه خیر آقا همه موافقن، کسی مخالف نیست. اما به نظر میرسد همه مسئولان موافق بازگشایی مدارس نیستند. از جمله دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، که در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش درباره عواقب بازگشایی مدارس هشدار داده. علت این تصمیم غیر منتظره هرچه هست با شرایط خطیر بیماری کرونا و سلامت دانش آموزان و خانواده هایشان سازگاری ندارد و یقینا موجب تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد بود. ولی اسماعیلی نماینده مجلس هم وزیر آموزش و پرورش را تهدید به استیضاح کرده. آقای وزیر آموزش و پرورش، شتاب زدگی در بازگشایی مدارس بدون تامین زیرساخت‌ها مخصوصاً در مناطق محروم به استقبال کرونا رفتن است. ایران فقط ولنجک نیست که آقازاده‌های حضرات غرق در بهترین امکاناتند. دانش آموزان مناطق محروم حتی آب برای شستن دست ندارند. منتظر سوال و استیضاح باشید. عملکرد حسن روحانی درباره مقابله با کرونا، برگزاری کنکور، عزاداری ماه محرم و حالا بازگشایی مدارس مورد انتقادهای زیادی است. پیش از این مصطفی معین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران، آقای روحانی را به اظهارات ضد و نقیض درباره همه‌گیری کرونا متهم کرده بود. با وجود اینکه خیلی از خانواده‌ها تصمیم ندارند فعلا فرزندانشان را به صورت حضوری به مدرسه بفرستند، بسیاری از پزشکان و کارشناسان پیش بینی می‌کنند بازگشایی مدارس موجب وخیم‌تر شدن شیوع کرونا در ایران شود. فرین آسمی، بی بی سی. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، آقای روحانی میگه که دشمنان میخوان که مدرسه‌ها باز نشه. باز کردن مدرسه‌ها با این حساب تبدیل شد به یک موضوع سیاسی در ایران؟ با سلام، متاسفانه همینطوره. این دروغگویی که آقای روحانی کردن، که همینطور در گزارش شما بود که رئیس نظام پزشکی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی نظر مخالف دارن، اساسا با نظام اداری، با بدنه کارشناسی اصلا مشورتی نشده. البته ببینید، مشکل کووید 19 یه مشکل جهانی است، بازگشایی مراکز عمومی هم یک موزل جهانی است، عموما هم دارن به سمت بازگشایی میرن، ولی حکومت ایران هیچ چیز شبیه هیچ جا نیست که اینم شبیه اون باشه. یعنی همیشه در حالت اضطرار، تصمیم گیری های در حالت بحرانی و فوق‌العاده در شرایط اضطراری و سیاست‌هایی که سپاهش میاد دستگاه ویروس کرونا یاب درست میکنه. آقای روحانی میاد بسخره‌بازی در میاره، میگه اگه جلوی این ویروس محکم بایستیم خودش در میره. یعنی سعی میکنن در شرایطی که بحران اقتصادی وجود داره، سوء مدیریت درونی وجود داره، همه چیز رو عادی جلوه بدن و از جمله خب مثلا مدارس هم باز بکنن. این میخوره به همون نقطه چین سیاست هایی که تاکنون داشتن، اما همه چیز برای همه مردم عادی است به جز خود حضرات. یعنی آقایون خودشون، آقای خامنه‌ای تنهایی عزاداری میکنه، آقای روحانی از راه دور زنگ مدرسه رو میزنه. یعنی آقای خامنه‌ای الان در سیاستش، در توهمات خودش است برای اینکه آمریکا رو شکست بده، ولو به قیمت نان آجر شدن نان مردم. آقای روحانی هم که از غذا مسئول تهیه نان مردم، این رو حاضر به هر قیمت ولو به قیمت جان مردم هم بله. فکر نمی‌کنه از راه‌های دیگری هم می‌شود مشکلات اقتصادی رو حل کرد؟ اون تجدید در تجدید نظر در سیاست‌های کشور، مدارسی که کم 1% 2% اون بودجه‌ای که الان لازم دارن برای رعایت حداقل پروتکل ندارن، چجوری شما می‌خواید این مدارس رو باز می‌کنید؟ بنابراین آقای روحانی هم به جای اینکه این مشکل رو حل کنه، البته می‌داند و گفته یک بارم که اگر ما این مشکل اقتصادی رو حل نکنیم و به کرونا اهمیت بدیم، 30 میلیون جمع گرسنه نمی‌ریزن تو خیابون. بنابراین باید سیاست عادی سازی کشور رو پیش برد، البته استثنا خود حضرات که سوگولیای خداوندن باید از خودشون صحیح. به صورت ویژه مراقبت بکنن. اشاره کردید به مشکلات اقتصادی. میدونیم که خب دولت به شدت زیر فشارهای اقتصادیه، حدود 15 میلیون دانش آموز هزینه زیادی رو میطلبه اگر بخوان پروتکل ها رعایت بکنن. حتی اگر دولت اراده کافی داشته باشه، فکر میکنید که توان اون رو داره؟ نه متاسفانه، دولت نه میخواهد و نه میتواند.
ببینید آقای خامنه‌ای که ابتدا در توهم توطئه بود که این جنگ بیولوژیکه و تحت تاثیر کارشناسای امنیتی روس، آقای روحانی هم که توطئه دشمن میدید همکاری کرد با آقای خامنه‌ای در پنهان سازی اساسا خبر ماجرا، و بعدش هم آقای روحانی نمیخواهد، آقای روحانی از ابتدا یکی از موانع مهم اجرای قرنطینه در ایران بوده، متاسفانه بارها و بارها اومده به دروغ شرایط عادی جلوه داده و اگر هم بخواهد نمیتواند، چون واقعا بودجه کشور توانایی این کار رو نداره. یعنی در اون رقم مثلا آقای خامنه‌ای اومد 1 میلیارد یورو داد که حدود 10-15% از 20% بودجه است که لازم داره دولت. دولت برای مخارج روزمرهش مشکل داره. بنابراین همه جای این سیستم داره مشکل آفرینی میکنه. از جمله این بی‌اعتنایی به جان مردم که آقای روحانی هم اون سابقه و سابقه امنیتی که داره این نگاه رو تشدید میکنه. در نگاه امنیتی در ایران جان آدمیزاد آخرین چیزی است که اهمیت داره. مهم حفظ نظام و امنیت نظام میگه هست. نگاه امنیت تی آقای علی جانی جالب هست که آقای روحانی هم امروز حرف از اداره مدرسه ها به سبک پادگان میزنه، ولی ایشون رئیس جمهوری هستن که میگفتند من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم. بله ایشون خوب در اونجا در واقع خودعه کردن به تعبیری و فریفتن بسیاری از جریان سیاسی و بخش زیادی از مردم رو که مثلا بهشون رأی بدن، ولی به ویژه در دور دوم که دیگه نیازی به رأی مردم نداره. یک دوم همیشه آقای روحانی مساله شخصیش رو به مساله عمومی ترجیح داده. آقای روحانی میخواد از دور این سفره حذف نشه، در مسیر به اصطلاح جناح ولایی، در سفره جناح ولایی و حکومت باقی بمونه برخلاف رؤسای جمهور قبل. بنابراین پشت به مردم کرده، رو به نظام و میخواهد اون نانی رو که آقای خامنه‌ای آجر کرده به نحوی از جان مردم تامین بکنه، و متاسفانه به این سیاستی منجر میشه که حالا میبینیم. در اینجا اجازه بدید یه نقد کوچیکم بکنم. به هر حال بخشی از مردم استرارن و رو نیازهای مالیشون مجبورن که به اصطلاح بی‌اعتنایی بکنن به این پروتکل‌ها، ولی بخشی هم صحنه انگاری میکنن، این سفرهای زیاد بی‌اعتنایی به پروتکل‌ها، و همین حالا خب مردم واقعا سر دوراهی قرار گرفتن که آیا فرزندانشون رو به مدرسه بفرستن یا نفرستن. به این وضعیت مدیریت کشوری است که همیشه در حال استقرار هست، همیشه در حالت فوق‌العاده هست و همیشه باید از جیب مردم و جان مردم خرج بکنه، به جای اینکه تغییر در سیاست‌های نظام و سیاست‌های خارجی و داخلی نظام اجرایی بده. به مشکلات اشاره کردید، ولی بعضی میگن که اگر مدرسه ها باز نشن باید رفت به سمت آموزش از راه دور، مشخصا آموزش آنلاین. وقتی که نماینده های مجلس، یکی از نماینده های مجلس میگه که در مناطق محروم مردم آب ندارن که دستشون رو بشورند، تا چه اندازه اینترنت پرسرعت یا تبلت یا تلفن ممکنه که فراهم بشه بلکه از راه دور آموزش امکان پذیر بشه؟ از عوام فربی بخشی از این نمایندگان بگذاریم، ولی خب تلویزیون که همه جا دارن، ماشاءالله اینا 100 تا کانال تلویزیونی دارن. این رو در یک برنامه‌ریزی که دوره جنگ هم بود، از قضا 2 تا شبکه تلویزیونی هم بیشتر نبود و از طریق تلویزیون آموزش داده میشد. اینا قابل برنامه‌ریزیه، ولی سیستم حسین گلی خانی و یک شهر و صد کلانتری که در کشور وجود داره و زدن همدیگه براشون مهمتر از حتی حفظ نظام، چه برسه به حفظ ایران و جان مردم. در این نظام سنگولی خانی این و بی‌اعتنایی به نظام کارشناسی که از قضا همین حالا کارشناسان آموزش پرورش خوب ایده هایی دارن، ولی اساسا در ایران ایده های کارشناسی یا بهش بی‌اعتنایی میشه، یعنی اصلا عددی حساب نمی کنن، یا بهشون میگن حرف زیادی نزنید، دهنتون رو ببندید. وقتی معاون وزیر بهداشت اومد یه نکته راجع به چین گفت، مجبورش کردن همنشینی بکنه. یعنی در این نظام ولایی اساسا نظام چندگانه و یک شهر و صد کلانتر. یک دو، اینکه اساسا حضرات که سوگلی خداوند هستن، علامه بحرالعلوم، من نظام کارشناسی بایستی فقط فرمایشات ایشون رو اجرا بکنن. در همین جا هم ما نظام کارشناسیمون در همین شرایط بحرانی هم ایده هایی دارن، برنامه هایی دارن، ولی حتی من فکر نمی کنم یه لحظه هم حضرات فکر کردن که می شود از این نظام کارشناسی هم ایده گرفت. ممنونم از رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس. توضیح کوتاهی هم بدم که شبکه‌های تلویزیونی در ایران هست که کار آموزش رو بر عهده گرفتن کم و بیش، ولی دربارش باید بگیم که انتقاد خیلی زیاده. آقای علیجانی هم اشاره کردن به بخشی از اون انتقادها. اما دکتر محمد جواد امان، متخصص اپیدمیولوژی از مریلند در آمریکا با ما هستن. آقای دکتر امان،
شاید سوال مهم برای خیلی از خانواده ها این باشه که بالاخره اینا در شرایطی مثل ایران بچه های خودشون رو بفرستن مدرسه یا نه؟ به عنوان متخصص چی فکر میکنید؟ ببینید مسئله فرستادن مدرسه یا نفرستادن مدرسه یک سوالی نیست که یک جواب مثلا جهانی داشته باشه. حتی در سطح کشورم جوابش احتمالاً بیشتر بومی هست. ممکنه در یک منطقه از کشور این خطر بیشتر باشه، در یک منطقه دیگه از کشور کمتر باشه و بر اساس این فاکتورها باید تصمیم گرفت. اصولاً وقتی میخوان به این مسئله برای این مسئله تصمیم گیری بکنه باید دو تا جنبه رو در نظر بگیره. یکی جوانب علمیه و اون که آیا ریسک عفونت در بین بچه ها چقدر هست، ریسک انتقال واگیری از بچه ها به بزرگترها یا بین بچه ها چقدر هست و خود ریسک این عفونت ها برای بچه ها از نظر جانی و سلامتی خودشون چی هست. در مجموع اوایل تصور این بودش که بچه ها کمتر اینو میگیرن یا اصلا نمیگیرن، ولی این مطالعات که توی 6 ماه گذشته شده نشون داده که امکان این که بچه ها بگیرند کم نیست، ناچیز نیست، عواقبش هم ناچیز نیست، با وجود اینکه در مجموع موارد بی علامت توی بچه ها بیشتره تا دو بزرگترها، اما مواردی هم دیده شده و معلوم نیست برای چی یه عده از بچه ها واکنش های خیلی بدی نشون میدن و بچه های 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله داشتیم که فوت کردن به این دلیل. در نتیجه این مسائل ساده ای نیست که به راحتی بشه از کنارش گذشت و بحث هزینه و فایده رو به راحتی در موردش اعمال کرد. جنبه دیگه جنبه اجتماعی و لوجستیکی داره که آیا اون سیستم بهداشت عمومی کشور تا چه حد آماده هستش که با یک تعبیر اینطوری که از اون حالت ایزوله شدن بیان برس به جایی که هر روز میلیون ها بچه برن توی مدرسه. چه جوری ما این چیزا رو کنترل میکنیم؟ آیا پروتکل های دقیقی داریم که اگر که دقیقاً آقای امان، نکته همینجاست، تا چند اندازه میشه به نظام بهداشت و درمان ایران اعتماد کرد؟ ما البته به اطلاعات پشت پرده دسترسی نداریم، ولی آنچه که در رسانه ها دیده میشه، آنچه که مقام های مسئول میگن، از نظر شما اون اعتماد سازی انجام میشه؟ من اولا دقیقاً نمیدونم مقامات مسئول چی میگن، چون که فرصت این که مسائل رو خیلی دنبال کنم در ایران ندارم، ولی علل اصول بهتون بگم حتی در این آمریکا هم با وجودی که سیستم خیلی پیشرفته ای داره خیلی نگرانی وجود داره در مورد فرستادن بچه‌ها به مدرسه، برای اینکه به نظر میاد که سیستم آماده این نیستش که فرض بکنید اگر یک مورد پیدا میشه توی مدرسه باید چیکار کرد. هر مدرسه برای خودش یه تصمیم میگیره، اینها پروتکل هایی نداره که از نظر علمی مورد مطالعه کارشناسی قرار گرفته باشه که بعد بیان بتونن بر اساس اون سیاست رو دقیقاً تدوین بکنن. ما باید این چیزها رو بفهمیم و بدونیم که اگر که باز کردیم مدرسه رو چه ریسکایی در مقابل اون هست و برای مقابله با اون ریسکا باید برنامه مشخصی داشته باشیم. مسئله دیگه اینه که بچه‌هایی که احتمالاً ممکنه که آسیب پذیرتر باشن با اونا میخوان چیکار بکنن؟ آیا اونها رو میذاریم تو خونه بمونن و در نتیجه یک سیستم مخلوطی از که با حضوری و آنلاین پیاده میکنیم، جاهایی که امکانات آنلاین ندارن چیکار میکنیم؟ در مجموع این کار حالا هر جای دنیا انجام بشه اگر با یک برنامه‌ریزی خیلی دقیق به خصوص در مورد تشخیص موارد و در یک به اصطلاح حالت پادگانی اونجا وارد عمل شدن و جدا کردن کسایی که مریض هستن و دنبال کردن تماس های اونها، اگر که ما یک برنامه خیلی دقیقی در این مورد نداشته باشیم باز کردن مدارس کار خیلی خطرناکیه و ممکنه باعث بشه که موج جدیدی دوباره در کشور راه بیفته. حتی ما اون موج قبلیمون هنوز نخوابیده و به خصوص باید اینو توجه کنیم که این همزمان میشه با فصل آنفلانزا. صحیح، هوا سردتر میشه، آدم ها بیشتر میرن تو جاهای بسته، در کلاس ها کمتر باز میشه، پنجره هاش کمتر باز میشه، در نتیجه هوا جا به جا نمیشه. همه اینا فاکتورهایی هستش که در امکان انتقال تأثیر داره و بعد بچه ها وقتی میرن خونه اساساً به خصوص بچه هایی که سنشون پایین تره تماسشون با پدر مادر خیلی تنگ و تنگه، ممکنه حتی با هم برن حموم، ممکنه که یعنی رابطه خیلی خیلی نزدیک دارن، در نتیجه احتمالی که بچه بگیره ممکنه خودش مریض نشه
ولی ممکنه که خیلی راحت به پدر مادر منتقل کنه. این پروتکل های دقیقی که شما گفتید در جمعیت 15 و بیشتر از 15 میلیون دانش آموزی که حالا در ایران هست عملی هست؟ میدونید که واقعا میشه امید بس به این که چنین کاری صورت بگیره؟ ببینید، اینی که من دارم میگم برای اینه که برای این نیست که مطمئن باشیم هیچ اتفاقی نمیفته، برای این هستش که اگر اتفاقی افتاد ریسک اون عواقبش رو بیاری پایین. تجربه الان زیاد هنوز تو دنیا وجود نداره در این مورد که تا چه حد باز شدن مدارس میتونه باعث گسترش اپیدمی بشه. ریسکاش ما هنوز دقیق نمیشناسید. الان تنها چند تا کشور هستن که شروع کردن باز کردن، ولی شما باید در نظر بگیرید اون جایی که داره این مدارس باز میشه درصد به اصطلاح مثبت شدن تستا چقدره. اون خودش یه فاکتور خیلی مهمیه. تو بعضی از این کشورها اون درصد انقدر اومده پایین که ریسک خیلی زیادی وجود نداره، ولی تو کشورهایی که ریسک خیلی بالاست در اونها این کاملا یه چیزیه که ما در آینده خواهیم فهمید. از قبل نمیشه پیش بینی کرد. تنها چیزی که میشه پیش بینی کرد اینه که اگه ما یک برنامه دقیقی برای اینکه وارد عمل بشیم و موارد رو پیدا کنیم، ایزولش بکنیم و تماسا رو دنبال بکنیم. اگر یه همچین چیزی نداشته باشیم، باز کردن مدارس بازی با آتشه. اگر داشته باشیم، بازم معنیش نیست که ریسکی وجود نداره، ولی مطمئنا ریسکمون کمتره. من فقط این نکته رو دارم میگم. اصل قضیه این هستش که ما باید اینجور تصمیمات باید بر اساس داده های علمی باشه، نه بر اساس آرزوهای فردی یا سیاسی اجتماعی هرچی که هست. به خاطر اینکه ویروس کاری نداره به اینکه ما مصلحت ما چی، ویروس کار خودش رو انجام میده. سپاسگزارم از دکتر محمد جواد امان، متخصص اپیدمیولوژی در مریلند آمریکا. دولت بریتانیا برای اولین بار به طور رسمی بدهی 400 میلیون پوندی خود را به ایران پذیرفته و تلویحا تایید کرده که حبس و حصر نازنین زاغری در ایران با این بدهی مرتبط است. وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌ای به وکلای خانم زاغری گفته که دولت در صدد پرداخت این بدهی است، خبری که امیدها را به آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی بیشتر کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. حالا دیگر رسمی شده. بعد از 41 سال انکار و حاشا، دولت بریتانیا از زبان وزیر دفاعش پذیرفته که 400 میلیون پوند به دولت ایران بدهکار است و مهمتر آن که گفته در صدد است این پول را به ایران بدهد. قبلا دادگاه‌های بریتانیا در بخش‌هایی از این پرونده به نفع ایران رأی داده بودند، اما این اولین بار است که یک مقام عالی رتبه دولت بریتانیا وجود این بدهی و ضرورت پرداخت آن را تایید می‌کند. این یعنی شاید کار نازنین زاغری که خانوادهش در بریتانیا است ولی خودش در ایران در زندان و حصر است راه بیفتد. وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌اش به وکلای نازنین زاغری چنین نوشته: با توجه به اختلاف نظر مالی ایران و بریتانیا، دولت ما اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به دنبال راه‌های قانونی پرداخت این بدهی است. تا کنون نه ایران و نه دولت بریتانیا زیر بار نمی رفتند که بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران عامل اصلی بازداشت و ادامه حبس و حصر نازنین زاغری در ایران بوده و هنوز هم به صراحت چنین چیزی را نپذیرفتند. اگر ایران چنین حرفی را می پذیرفت، یعنی قبول می کرد که یک زن بیگناه را بر سر یک طلب مالی به اتهامات واهی دستگیر و عملا به عنوان یک گروگان از خانوادهش دور نگه داشته. اگر دولت بریتانیا چنین چیزی را رسما میپذیرفت، یعنی اینکه قبول کرده ده‌ها سال پول ایران را نداده، آنگونه که گاهی اوقات میگفت اصلا پولی بدهکار نیست. این پول تانک‌هایی است که ایران در زمان حکومت پهلوی از بریتانیا خرید، ولی به خاطر وقوع انقلاب به ایران تحویل داده نشد. همسر نازنین زاغری از وقتی که او در ایران دستگیر شد، مرتب به دولت ایران فشار آورده که همسرش را آزاد کند و برای آزادی همسرش به دولت بریتانیا فشار آورده تا پولی را که ایران می‌خواهد بدهد. نازنین زاغری در واقع زندانی اطلاعات سپاه است که می‌گوید او جاسوسی کرده. دو ملاحظه دولت بریتانیا این است: اول اینکه دادن بدهی ایران شاید به عنوان باج دادن به گروگانگیران تلقی شود. دوم اینکه شاید دولت دونالد ترامپ از دادن 400 میلیون پوند به ایران دلخور شود. شاید برای اینکه این اتفاق نیفتد، دولت بریتانیا دادگاه بخشی از پرونده این بدهی را یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 14 آبان تعیین کرده.
این یعنی شاید حداقل تا 14 آبان این خانواده به هم نرسند. اما امید به یک وصال در کریسمس شاید دیگر خوشبینی محض نباشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. شری ایزدی همسر انوشه آشوری، ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هم از لندن با ما هستند. خانم ایزدی، ما به تازگی ها مطلع شدیم، البته با جزئیات بیشتر، که همسر شما هم از جمله کسانی هستند که در ایران زندانی هستند. به ما از تازه ترین خبری بگید که از همسرتون دارید. والا همسر من الان بیش از 3 ساله که در زندان اوینه و متاسفانه تا به حال اجازه مرخصی هم بهش ندادن، با اینکه سنش بالاست، در رده سنی با ریسک بالاست، چون 66 سالشه، ولی هنوز با وجود تلاشایی که سفارت انگلیس هم در ایران انجام داده، هنوز نتونستن براش مرخصی بگیرن که حداقل مدتی از ویروس کرونا در امان باشه و کماکان اونجا هستش. و ما واقعا تنها امیدمون فعلا اینه که شاید پرداخت این بدهی و اینکه برای اولین بار دولت انگلیس رسما این رو قبول کرده، واقعا به پرونده اینا کمک کنه، چون دلیلی نداره این آدمای واقعا این آدمای بیگناه عمرشون رو اونجا بگذرونن. فقط حدستون این هست که یا در این زمینه چیزی هم به شما گفته شده که امید شما رو برای آزادی ایشون بیشتر کرده باشه؟ ببینین، هیچ وقت جزئیات اقداماتی که دولت انگلیس داره انجام میده رو با ما در میون نمیذارن، ولی کماکان همیشه به ما میگن که اگر قراره در ازای پرداخت این بدهی اگر قرار معامله انجام بگیره یا به اصطلاح تبادلی انجام بگیره، مسلما تمام زندانیان دوتا بیعتی باید شامل این تبادل زندانی بشن، نه فقط یک نفر. میگم ما هیچ وقت جزئیاتی رو بهمون نگفتن، ولی امید ما واقعا باطنن اینه که این کمک کنه به پرونده ما، برای اینکه هیچ انگیزه دیگه ای از بازداشت شوهر من، هیچ انگیزه دیگه ای ما به فکرمون نمیرسه که ممکنه وجود داشته باشه. و به خودش هم یک بار تلویحا این موضوع گفته شده. مدتیه که این موضوع رو علنی کردید، قبلا دربارش صحبت نمی کردید، کمکی کرده به وضعیت همسرتون؟ ببینین، ممکنه مستقیما کمکی نکرده باشه، ولی اون چه که مسلمه اینه که ساکت موندن کمکی نخواهد کرد. ما 2 سال ساکت بودیم و بخشی از این به خاطر این بود که دولت انگلیس همیشه توصیهش به خانواده های اینجور زندانی ها اینه که اجازه بدن دیپلماسی کار خودشو انجام بده، به قول خودشون دیپلماسی پشت پرده کار خودشو انجام بده، و ما هم با این مسئله کنار اومده بودیم و فکر میکردیم اگر مسئله رو رسانه‌ای کنیم ممکنه به ضرر همسرم باشه. ولی واقعا الان من پشیمون هستم که چرا زودتر این کار رو نکردم، برای اینکه مطمئنم که سکوت کمکی نخواهد کرد در این مورد. خیلی کوتاه اگه بگید ممنون میشم. تحقیقات برنامه پانورامای بی بی سی نشون میده که تعداد دیگه ای از دو تابعیت هم هستن که در ایران گرفتارن، اسمی از اونها برده نشده. با توجه به تجربه خودتون توصیه هست که به اونها بکنید، به خانواده هاشون؟ والا توصیه من همیشه اینه و حتی توصیه شوهر منم به این اشخاص که همسلولی اون هستن، توصیه ما اینه که همیشه که خواهش میکنیم رسانه‌ایش کنن، برای اینکه هرچه مردم بیشتر از این موضوع خبر داشته باشن، بیشتر میتونن به دولت مطبوعشون فشار بیارن که اقدامی انجام بدن. و واقعا من فکر میکنم بیگناهی این افرادم بیشتر ثابت میشه، برای اینکه این نشون میده که این مسئله گروگانگیری و تبادل اونا در قبال یک چیزی که دولت از اون دولت خاص میخواد، دولت ایران، نشون میده که همیشه یه انگیزه‌ای پشت پرده این گروگانگیری ها هست و نباید به تا اونجا که من میدونم حداقل در مورد همسر خودم و یا خانم زاغری
اتهاماتشون کاملا واهیه، کاملا مسخره است و این هرچه آدم بیشتر این مسئله رو فاش کنن مسلما مردم بیشتر پی میبرن به این مسئله. سپاسگزارم از شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران. متشکرم. بعضی از منابع خبری از حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری، نقل کردند که نوید افکاری و دو برادرش از محل نگهداریشان در زندان به نقطه نامعلوم منتقل شدند. در روزهای اخیر احکام قصاص و اعدام که برای نوید افکاری صادر شده و همینطور محکومیت دو برادر او به زندان‌های طویل المدت خبرساز شده. این سه برادر در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 شیراز به اتهام قتل و محاربه محاکمه شدند. حسین رئیسی، وکیل از تورنتو کانادا با ماست. آقای رئیسی، رسانه‌های دولتی در ایران سعی کردن که روایت قوه قضاییه رو اثبات کنند. از نظر شما که موضوع دنبال کردید، تونستن این کار رو بکنند؟ به هیچ وجه. متاسفانه صدا و سیما سعی داره که شر و خیر رو تعریف خاص خودش ارائه بده از شر و خیر در این پرونده، و خانواده افکاری و نوید افکاری رو در موضع شر و خانواده مرحوم ترکمان در موضع خیر قرار بده. اگرچه خب خانواده ترکمان عزیزشون رو دست داده، خب یک سوال جدی البته هست که آیا اون در اعتراضات نقشی داشته یا نه، و صرف نظر از همه اینها کشته شدن اون یه امر قابل توجیهی نیست. اما برای این خانواده باید این مهم باشه که قاتل واقعی شناسایی بشه، نه اون کسی که تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده. بنابراین این موضوعی که صدا و سیما انجام داده به نظرم موضوع ناعادلانه است، به خصوص اینکه از به طور بی‌طرف از خانواده افکاری کسی رو دعوت نکرده یا از وکیل امروز اون که الان وکالت این پرونده رو به عهده داره، وکیل انتخابی هست، دعوتی نکرده، صرفا از وکیل تسخیری گذشته اون نقل قولی میکنه و سندی رو در واقع نشون میده به مردم که اون سند به نظر من اعتبار نداره. اون سند اتفاقا تقویت کننده وقوع شکنجه هست. وقتی کسی رو تحت در اختیار مأمور قرار دادی و مأمور شکنجه جدی نسبت به او انجام داده و خود شخص منکر هست، طبیعی است که این سند، تنظیم این سند بلای لاپوشانی هست، به خصوص سندی که به وسیله کسی امضا شده و تنظیم شده که خودش به وسیله آقای افکاری چنانچه وکیلش اعلام کرده در مزان اتهام شکنجه و نقض مقررات هست. مجموعه اینها نشون میده که صدا و سیما در واقع بی‌طرفی را رعایت نکرده و در حقیقت داره یک چیز بدون دانش قطعی داره یک موضوعی را پمپاژ میکنه به جامعه. یکی از افرادی که بسیار خوب پیگیر وضعیت برادر افکاری بوده، مادر اونها بوده. ما تصویر عکسی از مادر برادران افکاری رو اینجا داریم. اینی که گفته شده برادران افکاری رو بردند به جای نامعلوم، چه برداشتی میشه از این کرد؟ این برداشت میشه کرد که احتمال داره که مجددا سناریو شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری تکرار بشه، در حالی که نوید افکاری حسب اعلام وکیلشون بلافاصله وقتی به وسیله مأمورین به نزد بازپرس برده میشه و همچنین در دادگاه حضور پیدا میکنه، اعترافات خودش رو پس میگیره و انکار میکنه و دخالتش در قتل رو رد میکنه، و در حقیقت این انتقال ایشون و برادرشون به مکان نامعلوم این شایبه رو ایجاد میکنه که سناریوی در خط فشار برای اعمال شکنجه بیشتر و همچنین گرفتن اعترافات تلویزیونی احتمالا ادامه داشته باشه و قصد دارن که یک جور غیر عادلانه‌ای با موضوع برخورد کنن، در حالی که درخواست جامعه در حقیقت دادرسی عادلانه هست، صرف نظر از اینکه چه کسی، چه سیاستمدارانی و ولو در حد ترامپ بیاد توییت بکنه اهمیتی نداره، برای اینکه اون دنیای سیاست هست در حالی که اینجا دنیای عدالت باید جاری باشه. منظورتون این هست که موضوع از روند حقوقی خودش خارج شده و افتاده در مسیر سیاسی؟ کاملا. به نظر میاد که در حقیقت با دخالت قوه قضاییه و با انتشار یک برگ تنها از پرونده بدون اینکه بخواد افکار عمومی رو آگاه کنه و بدون اینکه بخواد پاسخ بده که
طبق قوانین جمهوری اسلامی و طبق قوانین شرعی حتی وقتی که کسی نزد قاضی اقرار نکرده و اقارید گذشته خودش را مبتنی بر فشار و شکنجه میدونه، یک قاعده اصلی جریان پیدا میکنه که این قاعده به معنی قاعده درع هست، یعنی همه مواردی که اتفاق افتاده تحت تردید و شبهه جدی و شک ایجاد میشه و در این شرایط امکان رسیدن به یک یقین قطعی وجود نداره مگر اینکه در دنیای سیاست باشه. دنیای سیاست مداران دنیای جدای از دنیای حقوق و دنیای حقوق بشر هست حتی، و همینطور از هر دو طرف ماجرا، چه از توی آمریکا و شاید دولت مداران دیگه و چه از توی حاکمیت در ایران، در حقیقت دارن مسیری را طی میکنن و اسنادی رو ناقص و صحبت‌های ناقصی رو مطرح می‌کنن که همه حقیقت و همه اون چیزی که باید به دادرسی عادلانه منجر بشه رو در پی نخواهد داشت و این به نظرم برای حقیقت چندان مفید نخواهد. آقای رئیسی خیلی ممنونم از شما. حسین رئیسی، وکیل در تورنتو کانادا. بورس تهران در سال جاری شاهد افت و خیزهای پرهیجانی بوده. تعداد شهروندانی که به سرمایه گذاری در بازار سهام مشغول شدن بسیار بیشتر از سالهای قبل بوده و پسندازهای زیادی به امید کسب سود یا حفظ سرمایه وارد این بازار شده. به همین مناسبت شیدا هوشمندی سری گزارش‌های درباره بورس تهران ساخته که بخش اول اون رو امشب خواهید دید و بخش‌های بعدی اون در شب‌های آینده پخش خواهد شد. تا نیمه تابستان 99 20% جمعیت ایران وارد بورس شده. حالا کد معاملاتی که به کد بورسی مشهور است برای خیلی از ایرانی ها اصطلاح آشنایی است و پیگیری اخبار بورس بخشی از زندگی روزمره افرادی شده که قبلا در بازار سرمایه حضور نداشتند. در حال حاضر 15 میلیون نفر کد بورسی فعال دارن، البته این جدای از سهام عدالت هست. سهام عدالت خب 49 میلیون نفر هم هستن، مردم عزیزمون که در سهام عدالت حضور دارن و خب اونا در این محاسبه به لحاظ نمیشن. از 15.5 میلیون کد بورسی صادر شده تا پایان مرداد برآورد میشود که حدود 2 میلیون نفر سهامدار حرفه‌ای باشند. طبق اعلام مراجع رسمی روزی 100,000 کد معاملاتی جدید صادر می شود و در مرداد 99 به طور میانگین روزی 800,000 نفر سهام داد و ستد کردند که این تعداد معامله نسبت به اسفند گذشته 5 برابر شده. این غیر طبیعی نیست که اشخاص وارد بازار بشن. مسئله اینه که وقتی که سهامدار خود وارد بازار میشه، بازار باید اطمینان رو در اختیار این شخص بذاره. یعنی این شخص باید بدونه که من دارم وارد بازاری میشم که قابل اعتماده، قیمت ها توش واقعیه و امید به رشد قیمت ها هم توش واقعی هستن. متولی های بازار دارن این ترقی ذهنی رو به من و شما شهروند عادی میدن که این بازار بورس تهران، مجموعه از این شرکت ها، یک جواهر پنهان زیر خاکی بوده که سالهای سال کسی کشفش نکرده بود. با وجود افزایش محبوبیت بورس در میان ایرانی‌ها، این بازار هنوز ناشناخته است که تا حدی دلایل تاریخی دارد. برخلاف تجارت کالا که قدمتش به قبل از پیدایش جاده ابریشم برمی‌گردد، داد و ستد محصولات مالی در ایران سابقه چندانی ندارد. عمر بورس در ایران فقط نیم قرن است. آغاز فعالیت بورس تهران در اواخر دهه 40 خورشیدی با انجام این معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی بود. بعد از انقلاب و تا پایان جنگ بورس به مدت 1 دهه در رکود و تقریباً غیر فعال بود. به تدریج بورس توسعه پیدا کرد و شاخص بهای سهام محاسبه و به اطلاعات اقتصادی رسمی اضافه شد. تا یه سالهای 82 تا 84 ساختار حقوقی بازار تغییرات عمده‌ای کرد و سازمان بورس تشکیل شد. تأسیس بورس‌های منطقه‌ای، فرابورس و بورس‌های کالایی به شکل امروزی و بسیاری از تحولات 15 سال گذشته نتیجه تغییرات ساختاری اوایل دهه 80 خورشیدی است. با وجود این توسعه قابل توجه در سالهای اخیر، بورس تهران هنوز برای قرار گرفتن در میان بورس‌های مطمئن بین‌المللی راه درازی دارد. نوسانات شدید ریال اجازه نمیده که
شما ارزش واقعی بورس تهران رو دنبال بکنید. برای اینکه تبلیغات بکنن ممکنه که بگن که به جای نرخ واقعی و شناور ارز آزاد که ارزش بورس تهران رو خیلی نازل خواهد کرد از روش پی 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 استفاده میکنن که برمیگرده به اون پرچسینگ پاور، یعنی از روش دلار قدرت خرید. دلار قدرت خرید به دلیل اینکه نگاه میکنه به قدرت خرید مصرف کننده از کالاهای ضروری و کالاهای ضروری تو ایران به شدت سوبسیدیه، به طور مصنوعی هیچ کار میکنه ارزش ریال ایران رو خیلی خیلی بالاتر نشون میده و شما میتونید به راحتی با بازی کردن با این شاخص ها ارزش بورس ایران رو اینفلیتش کنید، بزرگتر نشونش بدید. بنابراین احتمالاً یه جایی بین نرخ بالای 20,000 تومان فعلی و نرخی که پی 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 بانک جهانی برای قدرت خرید خواهد. بورس حتی در اقتصادهای پیشرفته بازاری پر ریسک است، ولی همزمان ظرفیت سوددهی زیادی دارد. برای استفاده از بازدهی این بازار مدت فعالیت یک فاکتور مهم است. حضور کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس در محاسبه بازدهی سرمایه گذاری اثر می گذارد. همزمان در اقتصاد یک قاعده اساسی وجود دارد. سود با ریسک در نسبت مستقیم است. معیاری که معلوم نیست چقدر در محاسبات تازه واردان بورس تهران در نظر گرفته شده. این ارتباط کاملا دو به دو و مستقیمه. شما امکان داره به سرمایه‌گذاری کوچیک سود بزرگی به دست بیارید. اون طرف دیگه‌اش اینه که ممکنه با همون سرمایه‌گذاری کوچیک تمام سرمایه‌تون از دست بدید. در نتیجه اونجا که میزان برد بالاتره، اونجا میزان باختم بالاتره، در نتیجه میزان ریسک با سود نسبت مستقیم داره. در بهار و تابستان امسال سه اتفاق قابل توجه در بورس افتاده. نخست استقبال بی سابقه مردم از بورس، دوم تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس توسط دولت و سوم بازدهی بی سابقه بورس در دوره‌ای که رکود سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم بوده. بعد از افت شاخص‌ها که از نیمه مرداد در بورس اتفاق افتاد، هر سه موضوع زیر سوال رفت. بخشی از مردم از سرمایه‌گذاری در بورس پشیمان شدند. سیاست دولت برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به بازدهی بالای بازار سهام تردید جدی ایجاد شده. شیدا هوشمندی، BBC. فردا شب در دومین بخش این گزارش ها شیدا هوشمندی به بررسی رفتار سهامداران خرد بورس می‌پردازه. صربستان و کوزوو با میانجیگری آمریکا اعلام کردند که هر دو روابط اقتصادی خود را با اسرائیل عادی می‌کنند. بر اساس توافقی که به دست آمده، صربستان پذیرفته که سفارتش را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند. همزمان کوزوو هم اعلام کرده که اسرائیل را به عنوان کشور یهودی به رسمیت می‌شناسد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. دو موفقیت دیپلماتیک جدید برای اسرائیل که در اینجا رقم خورد. دفتر بیضی معروف کاخ سفید که اتاق کار رئیس جمهور آمریکاست. و این پیروزی‌های دیپلماتیک در حالی به دست آمد که نماینده‌ای از سوی اسرائیل هم در اینجا حضور نداشت. در عوض رئیس جمهور صربستان و نخست وزیر کوزوو در کنار رئیس جمهوری آمریکا توافق‌نامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آن روابط اقتصادیشان را با اسرائیل عادی کنند. این واقعا یک روز تاریخیه، یه روز خیلی خیلی مهم، به ویژه در یک جای بسیار زیبای دنیا. من خیلی خوشحالم که این تعهد تاریخی رو اعلام کنم. صربستان و کوزوو هر کدوم عادی‌سازی اقتصادی رو پذیرفتن که یک واژه خیلی مهمیه. اونها روی این برای سالها و در واقع دهه‌ها کار کردن. یکی از بخش‌های مهم این توافق مربوط به این ساختمان است. سفارت صربستان در اسرائیل که در حال حاضر همانند تمامی سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در شهر تل آویو قرار دارد. اما بر اساس توافق جدید به اینجا منتقل خواهد شد. شهر تاریخی بیت المقدس که اسرائیل آن را پایتخت ابدی خود می‌خواند، اما جامعه جهانی این ادعا را نپذیرفته. بر اساس موضع رسمی سازمان ملل، نیمی از این شهر متعلق به فلسطینیان است و در حال حاضر در اشغال اسرائیل قرار دارد. ضمن اینکه فلسطینیان میگویند اگر روزی کشور مستقل فلسطین تشکیل شود، بیت المقدس شرقی پایتخت آن خواهد بود.
صربستان در واقع نخستین کشور اروپایی است که بعد از انتقال سفارت آمریکا به این شهر در این مناقشه کلیدی طرف اسرائیلی‌ها را گرفته و با انتقال سفارتش به اینجا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. دومین تحول مهم نیز مربوط به اینجاست. کوزوو، منطقه‌ای که بیش از 95% جمعیت آن مسلمان هستند و سال 2008 میلادی از صربستان اعلان استقلال کرده. حالا در پی مذاکرات و میانجیگری آمریکا، دولت کوزوو اعلام کرد که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و در مقابل اسرائیل نیز استقلال کوزوو را به رسمیت خواهد شناخت. استقلالی که به دلیل مخالفت روسیه هرگز در شورای امنیت به رسمیت شناخته نشده است. بنیامین نتانیاهو نیز همانند متحدینش در کاخ سفید خوشحالیش را از تحولات تازه پنهان نکرد. او که این روزها با موجی از اعتراضهای خیابانی روبروست و همزمان محاکمه اش در دادگاه در جریان است، از صربستان تشکر کرد که سفارتخانه‌اش را به بیت المقدس منتقل کرده. در مقابل همه این خبرها برای فلسطینی‌ها که این روزها سرگرم مذاکرات آشتی هستند خبر بد محسوب می‌شوند. صائب عریقات، دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، به تندی تصمیمات کوزوو و صربستان را محکوم کرد و باز شدن سفارتخانه جدید در بیت المقدس را نقض قوانین بین‌المللی خواند. کیوان حسینی، بی بی سی. سید فرانسمن، خبرنگار و تحلیلگر امور خاورمیانه از بیت المقدس با ما هستند. آقای فرانسمن، جلب حمایت دو تا کشور مثل صربستان و کوزوو که البته در مورد کوزوو جنجال هم کم نیست، چقدر برای اسرائیل دستاورد به حساب میاد؟ من فکر نمی‌کنم خیلی دستاورد بزرگی برای اسرائیل باشه. یک دستاورد بسیار بزرگی برای دولت آمریکا هست و نشون میده که دولت دونالد ترامپ و اسرائیل میتونن با هم گاهی اوقات همکاری بکنن و بعد هم هر کدوم از دو طرف میتونن یا کسانی دیگه نفع خودشونو ببرن. مثلا کوسوو میتونه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و طرف دیگه اسرائیل هم میتونه یک سفارتخونه در کوسوو درست بکنه و بعد دولت آمریکا هم میتونه بگه که ما تونستیم همه رو به گرد یک پرچم متحد بکنیم. در حال حاضر هم این مسئله میتونه به نفع چهار کشور باشه که به خودی خودش بسیار منحصر به فرده، هرچند که دو کشور کوسوو و صربستان خیلی کشورهای بزرگی به حساب نمیان. منظورتون این هست که این توافق رو میشه در چهارچوب معامله قرن یا توافق قرنی قرار داد که مدت هاست دولت آمریکا درباره‌اش حرف میزنه؟ نمیشه اسمشو گذاشت توافق قرن، برای اینکه صربستان یا کوسوو هیچ وقت موضع خیلی محکمی نسبت به اختلافات اسرائیل فلسطین نداشتند. کوسوو یک کشور اسلامی هست، صربستان یک کشور مسیحی هستش که این به خودی خود جالبه، ولی فکر نمی‌کنم که زیاد ربطی به منازعه اسرائیل و فلسطینیا داشته باشن. ربطش شاید فقط این باشه که فلسطینیا نمیخوان سفارتخونه‌های بیشتری در بیت المقدس ساخته بشه، نمیخوان که کشورهای بیشتری عادی سازی بکنن با اسرائیل، مخصوصا کوسوو که مسلمان هستش. اما کوسوو در مثلا جهان اسلام یا دنیای عرب خیلی نقش پیشتازی رو نداره، برای همین خیلی هم دخلی در بحث کلی اسرائیل و فلسطینیا نداره. بیشتر شما گفتید که برای شاید آمریکا حائز اهمیت باشه، منظورتون این هست که ارتباطی به فضای روز انتخاباتی آمریکا هم داره؟ بله، فکر میکنم که دولت دونالد ترامپ قطعا میخواد توانایی خودشت رو برای دستاوردهای بزرگ دیپلماتیک به نمایش بذاره، دستاوردهای بزرگ در زمینه سیاست خارجی، چون جو بایدن میگه در زمینه سیاست خارجی ادعا میکنه تجربه بیشتری داره. شما در 4 سال گذشته نگاه بکنید، دولت ترامپ در زمینه سیاست خارجی مشکلات زیادی داشت. مثلا خروج از سوریه به نظر خیلی‌ها یک فاجعه بزرگ بود. یعنی یک سال پیش که آمریکا خارج شد
سوریه خیلی گفتن فاجعه بزرگه. برای همین الان دولت آمریکا میخواد نشون بده که تونسته دستاورد بزرگی داشته باشه، به یک برد رسیده و الان هم به اون برد بزرگ در زمینه به اصطلاح توافق قرن نرسیده. مثلا با اون معامله که با بحرین میخوان انجام بدن یا علی معامله که الان با کاسوا انجام دادن، شاید نشون بده که ترامپ این قدرت رو داره که بتونه یه توافقهایی رو به دست بیاره که دولت‌های دیگه آمریکا نمیتونن به دست بیارن. در دو ماهی که به انتخابات باقی مونده، فکر میکنید که مثلا بحرین، عربستان سعودی یا عمان، کشورهای از این دست، کاری رو بکنن که امارات کرد؟ من فکر میکنم شایع این هست که کشور بعدی بحرین باشه. سوالات زیادی در داخل خود بحرین وجود داره نسبت به حساسیتایی که اونجا هست. میدونین اونجا بالاخره کشور کوچیکی هستش، حساسیت ها زیاده. نمیبینم که عمان یا عربستان سعودی الان بخوان این کارو بکنن. عمان البته رابطه خوبی با اسرائیل داره و خودشو به عنوان یک بازیگر خونسا میبینه. عربستان مسلماً یک کشور بسیار قدرتمند، یک بازیگر سنگین وزن در دنیای اسلام هست. یک نقش خیلی نمادینی خواهد داشت که اگه با اسرائیل رابطه برقرار بکنه، برای همین یک دستاورد بزرگ برای دولت آمریکا خواهد بود. اما شایعه توافق بحرین و اسرائیل وجود داره و حرکتی در اون زمینه میبینیم، در زمینهای هوا و فضا و غیره. بسیار ممنونم از سید فرانسمن، خبرنگار و تحلیلگر امور خاورمیانه. یک ماه از انفجار در بندر بیروت میگذره، انفجاری که حدود 200 کشته بر جای گذاشت و بسیاری را نه فقط در لبنان که در گوشه و کنار جهان سوگوار کرد. از اتیوپی تا سوریه در میان کشته شده ها تعدادی از کارگران خانگی مهاجر هم بودند که تنها به امید تأمین زندگی خانواده هایشان در کشورهای غالبا فقیر در لبنان با دستمزدهای پایین کار میکردند. در این انفجار بیش از 30 پناهجوی اهل سوریه هم کشته شدند که لبنان برای آنها تنها مأمن بود. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد با خانواده بعضی از این کشته شدگان صحبت کرد. مراسم سوگواری به سبک مسیحیانه اتیوپیایی. اینجا در کلیسایی در قلب بیروت. دوستان اتاتو گرد هم آمدند تا رفیقشان را بدرقه کنند برای آخرین بار. او 10 سال بود که در لبنان به عنوان کارگر خانگی کار می‌کرد. برای تأمین خرج خانواده و تحصیل دخترش در اتیوپی. اتاتو قرار بود اوایل پاییز برای همیشه به خانه برگردد. دخترش فکر می‌کرد که روزهای دوری از مادر به سر رسیده. اون فقط مادرم نبود، بهترین دوستم بود. تفاوت سنی ما خیلی کم بود چون مادرم تو سن پایین بچه دار شده بود. برای همین مثل خواهر بودیم. همه ی آرزوش این بود که من درس بخونم و به جایی برسم. الان واقعا نمیدونم چطور بدون اون زندگی کنم. 1000 کیلومتر دورتر اینجا در سوریه، انفجار بیروت دختر دیگری را یتیم کرده. وطن 3 روز پس از کشته شدن پدرش به دنیا آمد. ایمن 26 سال داشت و پیک موتوری رستورانی در بیروت بود. اولش باور نکردم. فکر کردم اشتباه شده. الان فقط از خدا میخوام که این بچه برامون آرام و قرار بیاره و جا پدرش رو پر کنه. اون واقعا خیلی شکل پدرشه. این روستا در رقه هم شاهد آشوب جنگ داخلی بوده و هم سالها سلطه داعش. شرایطی که ایمن از آن به لبنان پناه برده بود. اما با آرامتر شدن اوضاع و پس گرفته شدن روستا از داعش، او امیدوار بود زندگی آینده‌اش را همین جا بسازد. یعنی طبعا بعثنا المخطط ورسمت لحبها قلبه. هرچی در لبنان پول در می آورد می فرستاد برای ساخت این خونه. برای هر گوشش کلی نقشه داشت.
میخواست زودتر بیاد و با زن و بچهش زیر این سقف زندگی خوشی رو شروع کنه، اما سرنوشت نقشه دیگه ای براش داشت. اما حتی پیش از انفجار هم زندگی در لبنان برای بسیاری سخت شده بود. بحران اقتصادی شدید از یک طرف و کرونا از طرف دیگر، صدها کارگر خانگی و مهاجر و پناهجو را از کار بیکار کرد. انفجار بیروت برای آنها ضربه آخر بود. این تظاهرات گروهی از کارگران در مقابل سفارت کنیا در بیروت. فریاد می‌زنند می‌خواهیم به خانه برگردیم. تنها چیزی که لازم دارند یک بلیت هواپیماست که از عهده خریدش بر نمی آیند. لبنان اما برای بسیاری از سوری ها مانند ایمن و خانواده اش فقط جایی برای کار کردن نبود. اینجا مأمنی برای گریز از جنگ بود. برادر ایمن می گوید حالا حس می کند که پناهگاه روی سرشان خراب شده. ما عطفی امن، لب سوریه و لب لبنان. بس بالنهای... هیچ جا برامون امن نیست، نه سوریه نه لبنان. من و برادرم اینجا بزرگ شدیم و ازدواج کردیم و اینجا هم برامون وطن بود. به خودم میگم تو این انفجار همه آسیب دیدن، لبنانی، سوری، خیلی های دیگه. اما باز نمیتونم هضم کنم. سوری ولا صار على لبناني، صار على كل من راح له جريح هون او راح له فقيد هون. بیروت در این سالها برای خیلی ها مثل اتاتو و ایمن تنها جایی بود که شاید میتوانستند آینده و رویاهایشان را بسازند. آرزوهایی که حالا برای همیشه زیر آوار انفجار دفن شدند. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. گزارشی داشتیم در مورد پرونده نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است. باید اشاره بکنم که وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای لحظاتی پیش اعلام کرده که پرونده نازنین زاغری به موضوع بدهی بریتانیا به ایران در زمینه خرید تانک‌های چیفتن ارتباطی نداره. ممنونم که بیننده این 60 دقیقه بودید. شب و روز بر شما خوش.